سلام، روز شما بخیر. در خدمت شما هستم با قسمتی از درس آمار احتمال. محمد صحتکارم، مدرس درس ریاضیات گسسته و آمار احتمال برای کنکور انشاءالله همراه شما باشم. خدمتتون عرض کنم که بحثی رو که انتخاب کردم برای امروز قسمتی از مبحث احتمال است که مدل احتمال شرطی رو براتون انتخاب کردم تا درباره‌اش مقدار توضیح بدم، مسائل خوبی رو حل بکنیم، تکنیک‌های جالبی رو با هم دیگه تمرین کنیم و تا حدی بهش مسلط بشیم و ایده‌های جالبی رو درباره حل این مسئله با شما در میون بذارم. من برای شروع مثالی رو در نظر گرفتم. در پرتاب یک تاس، اگر بدانیم که عدد روشده عددی اول است، احتمال آن که عدد روشده عددی فرد باشد چقدر است؟ دقت بفرمایید که در این مسئله یک عبارتی هست که این رو از مسائل احتمال ساده، یعنی احتمال در فضای گسسته متناهی همشانس، متمایز میکنه و اون هم این عبارته: اگر بدانیم که عدد روشده عددی اول است. و این در واقع یک شرطه، شرطی که این باعث میشه که این در واقع تبدیل بشه به مدل احتمال شرطی. اگر این شرط نبود، خب ما میدونیم که در پرتاب یک تاس حالتهای ممکن، یعنی فضای نمونه آزمایش S، اعداد 1, 2, 3, 4, 5 و 6 هستند و اگر این سوال بدون این شرط پرسیده میشد، این فضای نمونه است، پیش آمد مطلوب A مساوی با احتمال آنکه عدد روشده عددی فرد باشد. خب اعداد فرد در این مجموعه 1, 3 و 5 هستند. پس بنابراین بر اساس قانون ساده‌ای که بلدیم، پی آ مساوی است با ان آ به ان اس، ما 3 تا مطلوب داریم از 6 تای کل. 3/6 یعنی 1/2 احتمال این پیش آمد یا این واقعه بود. اما در این مسئله ما با یک مدلی مواجه میشیم که بهش میگیم مدل احتمال شرطی و حالا میخواییم بریم و درباره این صحبت بکنیم. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یک شرط برای ما گذاشته: اگر بدانیم که عدد روشده عددی اول است. و در این شرایط ما باید بریم ابتدا با توجه به شرط این فضای نمونه رو محدود بکنیم و بعد با توجه به فضای محدود شده اون وقت بریم و خدمت شما هستم. من گوشیم هم یه خورده اینجا داره بازی در میاره، من اینو خاموشش کنم. خیلی خب ببخشید، این صداش ممکن بود شما رو اذیت کنه. خب ادامه میدم. با توجه به شرط میریم و فضای نمونه جدیدی برای خودمون تعریف میکنیم. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، ما فضای نمونه اصلی ما 1, 2, 3, 4, 5 و 6 بود. حالا در شرایط این مسئله به ما میگن که میدانیم که عدد روشده عددی اول است. انگار که کسی به این عددهایی که عددی که روشده آگاهه، داره به ما یک اطلاعاتی میده. در این شرایط بچه ها تعریف فضای نمونه چیه؟ فضای نمونه یعنی مجموعه همه حالتهای ممکن. فضای نمونه یعنی مجموعه همه حالتهای ممکن. و خدمت شما عرض کنم که با توجه به این شرط، با توجه به این شرط بچه ها دیگه 1, 4 و 6 ممکن نیستند. یعنی حالتهای ممکن محدود میشن به 2, 3 و 5. من اسم اینو میذارم فضای نمونه محدود شده. فضای نمونه محدود شده. خب یعنی الان ما دیگه 1, 6 و 4 دیگه جلوی چشمون نیستی، برای کاری نداریم. حالا در فضای محدود شده به دنبال مطلوب میگردیم. بچه ها مطلوب برای ما چیه؟ مطلوب اینه که عدد روشده عددی فرد باشد. توی اینها 3 فرد، 5 هم فرده. پس بنابراین احتمال
بچه ها فضا نمونمون چند تا عضو داره؟ سه تا. چند تاش مطلوبه؟ دوتا. تموم شد. این مدل رو بهش میگن مدل احتمال شرطی. و حالا فضا و شرایط مسئله رو توجه بکنید. یک آزمایش انجام میشه، قیدی شرطی به ما میگن که معمولا مثلا با عنوان عبارت اگر بدانیم که، یا حتی اگر به شرط آنکه، اینا عبارت هایی هستن که تو این مسئله ها میگن و ما از روی اون میفهمیم که با مدل احتمال شرطی مواجهیم. در دسته ای از مسئله ها که این یکی از اونها بود، ما میتوانیم با همین تکنیک مسئله رو حل کنیم. چه تکنیکی؟ کافیه که فضای نمونه اصلی رو در نظر بگیریم، سپس با توجه به شرط اون فضا رو محدود بکنیم و در فضای محدود شده مطلوب رو پیدا بکنیم. بقیهش که دیگه احتمال ساده است و تمام میره پی کارش. بریم سوال بعدی و خدمت شما عرض کنم که من این دستگاهمو کجا گذاشتم؟ آها اینجاست. امروز ما یه خورده درگیر شدیم با این سیستم. خب در پرتاب دو تاست، اگر بدانیم یکی از اعداد رو شده 4 است، احتمال داره که حاصل جمع دو عدد رو شده برابر با 7 باشد. بچه شرط کدوم الان اینجا؟ توجه بفرمایید، اگر بدانیم که برای ما شرط رو مشخص میکنه، یکی از اعداد رو شده 4 است. خب من فعلا اصلا کاری با سؤال مسئله ندارم. ما میدانیم که در پرتاب دوتاست، بچه جان، کلن فضای نمونه مجموعه زوج مرتبهایی به شکل 1 و 1 1 و 2 1 و 3 تا سرانجام 6 و 6 است. زوج مرتب، یعنی 1 و 2 که داریم، 2 و 1 هم حتما داریم. خب حالا بریم و این فضای نمونه رو با توجه به شرطمون محدود کنیم. فضای محدود شده یا کاهش یافته هم در برخی از منابع بهش میگن فضای محدود شده یا کاهش یافته. خب یکی از اعداد رو شده 4 است. خیلی ساده من مینویسم براتون 4 و 1 4 و 2 4 و 3 4 و 4 4 و 5 4 و 6. اما میدانیم که این فضا مجموعه زوج مرتب هاست، پس بنابراین 1 و 4 هم داریم، 2 و 4 هم داریم، 3 و 4 دیگه، 4 و 4 رو که دوباره نمی نویسیم، من جاشو خالی میذارم، 5 و 4 6 و 4. خب این میشه فضای محدود شدمون. بچه ها فضای محدود شدمون چند عضو دارد؟ 6 تا 5 تا میشه 11 تا. حالا احتمال چی رو از ما خواسته؟ حالا بریم میخونیم. احتمال آنکه حاصل جمع دو عدد رو شده برابر 7 باشد. بچه ها یه دونه اینجا داریم 4 و 3، یه دونه اینجا داریم 3 و 4. پس مطلوبمون میشه 2 یازدهم. توجه بفرمایید. خیلی از بچه ها در تجربه هایی که من در کلاس درس دارم، خیلی از بچه ها که این مسیر رو رعایت نمی کنن، یعنی احتمال رو یه خورده در واقع عمیق و درست یاد نمی گیرن، میگن خب دیگه وقتی میگه یکیش 4 اومده، احتمال اینکه جمع 7 بشه اون یکی 3 بیاد، خب دیگه احتمال اینکه 3 بیاد هم 1/6. و این اشتباهه. ما برای اینکه این مسئله رو درست حل بکنیم، باید این مسیر رو کامل و درست طی بکنیم. من یه بار دیگه یادآوری میکنم مسیرمون چی شد. فضای نمونه اصلی را در نظر میگیریم، با توجه به شرط آن را محدود میکنیم، سپس در فضای محدود شده به دنبال مطلوب هستیم. اگه میخوای حرفه‌ای باشی، اگه میخوای که همه مسئله ها رو خیلی سریع و راحت و درست حل بکنی، دقت بفرمایید، این که ما یه مسئله رو فوری تا بگیم 1/6 مثلا و جوابش غلط باشه که خب این هیچ فایده‌ای نداره. باید سریع ولی درست حل بکنیم. اگه میخوای حرفه‌ای باشی، باید دستورالعمل‌هایی که مربیاتون، معلماتون، استاداتون بهتون میگن رو حتما اجرا بکنید به ترتیب و با نظم، و بعد میبینید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جواب میرسید، قطعی و بدون خطا.
اما سوال بعد رو توجه کنید. حالا اینجا دوباره میگه در پرتاب دو تاست، اگر بدانیم حاصل جمع دو عدد رو شده برابر با 8 است، بعد یه سوالی پرسیده. خب ما حالا یه قدم میایم جلو دیگه، لازم نیست فضای نمونه اصلی رو بنویسیم. ما اونا رو من براتون نوشتم که یه مرور و یادآوری بهتون بشه. ما میتونیم فقط از همون اول فضای محدود شده رو بنویسیم، یعنی بگیم فضای محدود شده برابر است با، خب توی اون 36 تا زوج مرتب اونایی رو که جمع دو عدد میشه 8. خب 1 و 7 که نداریم، اولیش میشه 2 و 6، بعد میشه 3 و 5، بعد میشه 4 و 4، بعد میشه 5 و 3، و در انتها میشه 6 و 2. بچه ها همین الان من فوری اینو مینویسم، مخرج یکی از چند تا عضو داره فضای محدود شده، اون 5 تا. حالا بریم دنبال مطلوب. مطلوب چیه؟ احتمال آن که هر دو عدد رو شده اعدادی زوج باشن. بچه ها مطلوب یه دونه اینه، یه دونه اینه و یه دونه این، یعنی ما 3 تا مطلوب داریم و احتمال میشه 3/5. نمیدونم دقت کردید تا اینکه دو تا مسئله من حل کردم، 3 تایی حل کردم. من اصلا مسئله رو اینجوری نیست که تا آخرش برم حالا مثلا سوال چی پرسیده احتمال. من وقتی متوجه میشم که مدل احتمال شرطیه، اولین کاری که میکنم فضا رو محدود میکنم، بعد حالا میبینم چی خواسته از من. یعنی این خودش یه تکنیک خیلی خوب و عالیه. ما باید اینجوری فکر بکنیم، جایی که ما پی آ میشه ان آ به ان اس، که حالا همیشه هم اینجوری نمیشه، حالا مدلای دیگه هم هست، فضای گسسته نامتناهی یا مثلا فضای گسسته متناهی غیر همشانس، اونجا که دیگه ان آ به ان اس نداریم. ولی اینجاهایی که ان آ به ان اس، شما باید دو تا عدد حساب کنید، تعداد عضوهای فضای نمونه رو جداگانه حساب میکنید، تعداد مطلوب هم جداگانه، بعد یه کسری مینویسی، اینا میشن صورت و مخرج اون کسر. میخوام بگم حواست باشه. من تو همین چند وقت اخیرم هم کلاسایی داشتیم برای جمع‌بندی برای کنکور، اونجا مشاهده کردم بچه‌های خیلی خوب ما که تو درس‌های دیگه، فصل‌های دیگه خیلی خوب و مسلطن تو بحث احتمال، به خاطر یه سری شتاب زدگی‌ها برای اینکه فکر می‌کنن که فقط باید یه حدس می‌زنن جواب رو، از روی حدسشون جواب به دست میارن، خیلی خطا زیاد دارن. پس یاد بگیرید از روی روش‌هایی که مربیاتون میگن تکنیک‌های درست رو یاد بگیرید. خب بریم مثال بعدی. سکه سالم را 4 بار پرتاب می‌کنیم، اگر بدانیم که دست کم 1 بار رو آمده است، احتمال آن که 4 بار رو آمده باشد چقدر است؟ باز هم در حل این مسئله من باز هم همون تکنیک فضای محدود شده میخوام استفاده بکنم. دقت کنید که آیا لازمه من اینجا فضای نمونه اصلی آزمایش با توجه تجربه های قبلی ما در بحث های شمارش و در احتمال 16 تا عضو داره، 16 تا 4 تایی مرتبه، آیا لازمه همه رو بنویسیم؟ نه، ولی اینکه در ذهنمون بتونیم تجسمش کنیم، تصورش کنیم، لازمه. من الان برای شما بخشی از این فضای نمونه رو مینویسم، اس مساوی با فضای نمونه اصلی. بچه‌ها سکه رو 4 بار پرتاب کردیم، هر 4 بار رو بیاد. حالا ما برای سادگی به جای اینکه مثلا به شکل 4 تایی مرتب و با پرانتز و ویرگول رو بنویسیم، میگم آقا اینو به شکل اینجوری مینویسیم، 4 تا رو. خب بعد یکیش پشت بیاد، میشه 3 تا رو یه دونه پشت، بعد این میتونه جاش عوض بشه. همه اینا جزو فضای نمونه این آزمایش هستن. حواستون باشه من تاکید میکنم مجموعه 4 تایی های مرتب است، مجموعه 4 تایی های مرتب، یعنی هر کدوم از اینا یک حالته که با اون یکی فرق داره. خب و در انتها همینجور که اینو ادامه بدیم، من دیگه هر 16 تاشو نمینویسم، میرسیم به ماستیم پرانتز رو نذاریم، ولی شد پرانتز اومد تو کار، اینو من پاک کنم و خدمتتون عرض کنم که آخریش میشه 4 بار پشت بیاید. خب شما اگر، من 2-3 بار گفتم تعداد عضوهای فضای نمونه 16 تا، شما اگه نتونید اینو محاسبه بکنید، خب طبعا در ادامه هم مشکل داریم. من یه بار روش محاسبهشو بهتون میگم. بچه‌ها الان NS تعداد عضواش 4 تایی مرتب،
یعنی هر وقت دیدیم انتهایی مرتب داریم باید از اصل ضرب استفاده کنیم. حالا برای این اگر پرتاب اول باشد، خب پرتاب اول بچه ها رو یا پشت است و این یعنی دو آپشن، دو حالت. برای پرتاب دوم نیز همینطوره و اینم دو تا آپشن داریم برای بعدی و برای بعدی. پس تعداد کل حالت ها 2 به توان 4 یعنی 16 تاست. خب حالا بریم سراغ شرط. اگر بدانیم که دست کم یک بار رو آمده است، بچه ها ترجمهش یعنی این که یه بار یا دو بار یا سه بار یا 4 بار رو اومده، پس معنیش اینه که حالتی که هر 4 تا پشت بوده اتفاق نیفتاده. یعنی تعداد عضوهای فضای نمونه محدود شده، فضای نمونه محدود شده مون چند تا میشه؟ چون فهمیدیم که 16 تاست، حالا که یکیشو حذف میکنیم میشه 15 تا. پس احتمالی که الان من میخوام حساب کنم مخرج کسر 15ه. حالا احتمال آن که هر 4 بار رو آمده باشد، این میشه مطلوب ما. بچه ها یه دونه مطلوب فقط داریم تو این فضا و احتمال میشه 1/15. همینقدر قشنگ و شیک و ساده. اما در این مسیری که ما الان اومدیم دقت بفرمایید که همین مسئله رو باید چه اطلاعاتی رو از قبل می داشتیم تا بتونیم خوب و قشنگ حلش بکنیم. همین که فضای نمونه اصلی رو بشناسیم، تعداد عضواش رو بدونیم، اون درکی که از مفهوم حداقل یک بار رو آمده است رو فهمیده باشیم و بعد در ادامه فضا رو محدود کنیم و بعد مطلوب رو توش پیدا کنیم. اما در ادامه این مسیر ما همیشه مسئله هامون اینجوری نیست که بتونیم فضای نمونه رو محدود کنیم و از این کارا. حالا در یه مواردی تعداد عضوهای فضای نمونه خیلی زیاده، محدود کردنش دشواره و همچنین ما از این مسئله ها قرار استفاده کنیم و در ادامه مسئله های مهمتری رو قرار حل بکنیم و از اون استفاده کنیم، از مدل احتمال شرطی. بعد میخوایم قانون ضرب احتمال ازش یاد بگیریم، بعد در اون مسیر میخوایم پیشامدهای مستقل رو بشناسیم. پس بنابراین این تکنیک استفاده از فضای محدود شده دیگه تا اینجا در این مدل مسئله کفایت میکنه، اوکیه. میتونیم مدل های دیگه یا مسئله های دیگه هم ببینیم و بازم تکرار تمرین کنیم. اما از الان به بعد میخوایم یک مرحله بریم بالاتر، میخوایم بریم جلوتر و یه ایده محاسباتی جالب رو یاد بگیریم. فرض کنید ما در یک فضای نمونه‌ای مثل S 2 تا پیشامد A و B داریم، پیشامد A و پیش آمده ب. من الان میخوام این سوال رو جواب بدم، اسم بنویسم. من میخوام الان به این سوال جواب بدم، احتمال آنکه ب رخ داده باشد اگر بدانیم که آ رخ داده است. یا اینکه بگیم احتمالاً که به رخ دهد اگر بدانیم که آ رخ داده است مثلا. و اینو چجوری می‌نویسیم؟ اینو می‌نویسیم احتمال ب اگر بدانیم که، این خط رو اینجوری می‌خونیم، آ رخ داده است. پس این پ میشه احتمال آن که، خب بعدش که ب، این خط رو هم می‌خونیم اگر بدانیم که آ رخ داده است. یا ساده ترش میکنیم، میگیم احتمال یا پی ب، احتمال ب به شرط آ. در واقع خلاصه شدیم، احتمال رخ دادن به شرط رخ دادن آ. خب ما تو همین مسئله که تا الان حل کردیم گفتیم آقا بر اساس اطلاعی که داریم فضا رو محدود میکنیم. الان اطلاع ما چیه بچه ها؟ اطلاع ما اینه که آ رخ داده، این خبره، این همون شرطه. پس
که رخ داده، ما تعریف رخ دادن رو میدونیم، یعنی یکی از عضوهای آ اتفاق افتاده. پس فضای نمونه محدود میشه به آ، یعنی آ در این شرایط همان فضای محدود شده است. خب پس بنابراین اگه من بخوام این کسر رو به همون مدلی که قبل از این کار میکردیم، پس مخرج کسر میشه ان آ. بچه ها اما بریم سراغ صورت کسر. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که به رخ بده، یعنی مطلوب ما الان اینجا، الان مطلوب ما کجا رفت این صفحه من؟ اینجاست. الان مطلوب ما اینجا چیه بچه ها؟ به رخ بده، این مطلوبه. خب توجه بفرمایید، الان در فضای محدود شده، فقط به این قرمزه توجه کنید، کجاها، کدوم عضوها هستن که لیبل به بهشون چسبیده، برچسب به بهشون چسبیده؟ اونایی که اینجا قرار میگیرن. و اینها کدوم عضوان؟ عضوایی که در ناحیه اشتراکن. پس صورت کسر میشه ان آ اشتراک ب، که در انتها ما با یک در واقع تقسیم صورت و مخرج به ان اس میشه پی آ اشتراک ب بر روی پی آ. پس ما در این مسیر یک قانون بسیار مهم رو کشف کردیم. من اینجا براتون مینویسمش دوباره، پی ب به شرط آ مساوی با پی آ اشتراک به تقسیم بر پی آ. حالا اسماشون خیلی مهم نیست، بلکه دقت بفرمایید، پی ب به شرط آ همیشه مخرج کس اون دومی است، این میاد اینجا، و صورت کس اشتراکشونه، یعنی هر اسم دیگری هم براشون بذارن اما بازم با همین ترتیب کار میکنیم. خب به این میگیم قانون مدل احتمال شرطی. بریم صفحه بعد و حالا این مثال رو با هم بررسی کنیم. در جعبه دو مهره زرد، سه مهره قرمز و پنج مهره آبی است. من اینو برای خودم اینجا یه شکلی میکشم که دیگه اونجا رو نگاه نکنم. دو تا مهره زرد داریم، سه تا مهره قرمز داریم و پنج تا مهره آبی داریم. و خدمت شما عرض کنم که دو مهره به تصادف از این کیسه برمی‌داریم. اگر بدانیم که مهره‌ها هم رنگ هستند، احتمال آن که هر دو قرمز باشند. من چیزی رو که الان گفتم رو می‌نویسم به زبان ریاضی. احتمال آن که من می‌تونم نامگذاری کنم، یعنی بیام بگم آقا این مهره‌ها هم رنگ هستن رو مثلا اسمشو بذارم پیش آمد آ، هر دو قرمز باشن رو بذارم ب. پس از من احتمال ب رو می‌خواد به شرط آ. البته خیلی جاها میتونیم فارسی هم بنویسیم، احتمال هر دو قرمز اگر بدانیم که مهره ها هم رنگ هستند. خب توجه بفرمایید، بر اساس قانونی که الان یاد گرفتیم، مخرج کسر دومیه، احتمال دومیه، احتمال مهره ها هم رنگ باشند. خب صورت کسر اشتراکشون، مهره ها هم رنگ و هر دو قرمز باشند. کافیه یه و بذاریم بینشون و این جمله رو بنویسیم. حالا بریم حساب کنیم. بچه ها من احتمال مهره ها هم رنگ باشند رو اینجا حساب میکنم، احتمال مهره ها هم رنگ باشن. خوب دقت کن، این خودش انگار یه مسئله احتماله، اصلا مستقل از اون چیزی که اونجا نوشته شده، این خودش یه مسئله احتماله. سوال دوباره میخونم، در جعبه اینقدر مهره است، دو تا مهره به تصادف بر میداریم، چیو خواستیم اینجا الان؟ الان در این مسئله، در این سوال ما چیو خواستیم؟ هم رنگ بودن اون دو مهره رو خواستیم. خب اینو که دیگه بلدیم، اینو از احتمال ساده بلدیم. دو مهره از میانه چند تان کلن؟ ده تا ور میداریم. حالا میخوایم این مهره ها هم رنگ باشن، یا هر دوتاشون باید زرد باشن، یا هر دو باید قرمز باشه، یا هر دو باید آبی باشه. اینو من میذارم اینجا بمونه و
میرم سراغ قسمت دوم. در قسمت دوم چیزی که از من خواسته شده اینه احتمال مهره ها همرنگ و هر دو قرمز. خب بچه ها مهره ها هر دو قرمز باشن در واقع میشه زیر مجموعه ای از مهره ها همرنگ باشن، یعنی اشتراکشون میشه همون هر دو مهره قرمز. دوباره بازم یه خط کسری، احتمال دیگه دو تا از 10 تا برداشتم هر دو قرمز میشه 2 از 3. خب من الان باید این دو تا عدد رو به هم تقسیم کنم. دقت بفرمایید که این 2 از 10 ها رو میتونم با هم حذف کنم. اینو دارم میگم که بعداً هم جلوتر ما دیگه اونو ممکنه ننویسیم در محاسباتمون. پس بنابراین این عدد میاد کجا؟ این میره در مخرج کسر و این میاد در صورت کسر. تموم شد و مسئله حل میشه. این 2 از 3 خودش میشه 3، اینجا هم که میشه 1 به علاوه 3 به علاوه 2 از 5 هم که 10 و جواب نهایی میشه 3/14. خیلی شیک و قشنگ این مسئله رو با هم دیگه حل کردیم. خب من این مسئله رو خیلی سعی کردم که با جزئیات توضیح بدم و شما رو آشنا کنم با روش محاسبه با استفاده از این فرمول. و حالا تأکید میکنم دوباره یه بار سری میگم بچه‌ها جان، ما همیشه وقتی به ما میگن پی ب به شرط ا، حواسمون باشه که همیشه مخرج کسر اون پیشامد دومی است، صورت اشتراکشونه. اوکی خیلی خوب، جداگانه اینا رو حساب میکنیم، یعنی اول میریم مخرج کسر رو همیشه حساب میکنیم، خودش یه احتماله، صورت خودش یه احتماله، اما از اونجایی که اینا با هم دیگه ساده میشن میتونیم اینا رو ننویسیم. حالا من در یک مثال دیگه، بله اینجا یک مثال خیلی خوبم هست، مثال کتاب درسیمون هم هست، دوباره رو براتون توضیح میدم. در یک تیم بسکتبال 10 نفر حضور دارن. اگر بدانیم که آ از ب بلندتر است، احتمال آن که آ بلندترین عضو این تیم باشد چقدر است؟ خب بچه‌ها ببینید اینجا رو، اگر بدانیم که آ از ب بلندتر است، یعنی این میشه چی؟ این میشه شرطمون. خب احتمال چی رو خواسته؟ آ بلندترین عضو این تیم باشد. این میشه اون پرسشی که پیش آمده در واقع مطلوب ما هست، پیش آمده مطلوب. خب توجه بفرمایید، من اگر بازم اینها رو نامگذاری کنم، اولی رو آ بذارم اسمش رو، دومی رو ب، احتمال آن که ب، اگر بدانیم که آ، پس می نویسم پی ب به شرط آ مساوی با مخرج کسر پی آ، صورت کسر پی آ اشتراک ب. خب اول بریم سراغ پی آ. احتمال آن که آ از ب بلندتر باشد، توجه بفرمایید، خیلی ها ممکنه حالا اینجا بیان بگن که آقا معلومه دیگه، یا آ بلندتره یا ب میشه 1/2. اوکی این الان اینجا جواب میده، ولی در مسئله های دیگر اگه شرط هامون مثلا باشه آ از ب بلندتر، ب از س بلندتر، دیگه اون وقت اون جواب نمیده. اونجا بهتره یه ایده ای رو از بحث آنالیز ترکیبی براتون یادآوری کنم. یادآوری از شمارش، یادآوری از بحث شمارش. خب میگیم بچه ها اگر n شی داشته باشیم، n شی داشته باشیم که در یک ردیف کنار هم باشند، آنگاه تعداد حالت هایی که آر تا از آنها یا کا تا از آنها ترتیب داشته باشند، مثلا از چپ به راست، از راست به چپ، مثلا میگن در یه جلسه قراره که 10 نفر سخنرانی کنن، 3 نفر اونها مثلا آ زودتر از ب زودتر از 3 سخنرانی کنن، خب ما میدونیم که کل جایگشت های انشی اگه متمایز باشن میشه ان فاکتوریه، اما اگر اشیای تکراری هم داشته باشیم که اون دیگه توی کدها و در واقع رقم ها و اینها امکان پذیر هست و مثلا اینجوری میپرسن،
در هر حال میدونیم که تعداد جایگشت‌های کل رو میتونیم حساب کنیم، چه همشون با هم فرق کنن چه تکراری داشته باشیم. در این شرایط در تعداد حالتایی که آرتا از آنها ترتیب داشته باشن برابر است با بچه‌ها میشه تعداد کل جایگشت‌ها. حالا ممکنه که اینا بعضیاشون تکراری هم باشن یا نباشن، هر چی حساب میکنیم تقسیم بر آر فاکتوریل. این میشه یه قانونی که حالا هم توی بحث‌های مربوط به تست‌های مربوط به شمارش مورد استفاده قرار میگیره، هم اینجا حالا میخوایم استفاده کنیم. توجه کن، پی آ مساویه با بچه‌ها 10 نفر به چند طریق تو صف میتونن جا به جا بشن؟ 10 فاکتوریل، این کل حالت ها. حالا مطلوب ما اینه که آ از ب بلندتر باشه، خب میشه 10 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل. بر اساس همین نکته‌ای که الان گفتم 10 نفر توی صف واستادن و ما میخواییم آ از ب بلندتر باشه، یعنی در واقع اون دوتای ترتیب داشته باشن. خب این الان شما ساده کنید چی میشه؟ این 10 فاکتوریل و 10 فاکتوریل میره میشه 1/2. اما من نمیخوام الان اینجا این کارو بکنم، چون من در ادامه که الان میخوام پی آ اشتراک ب رو حساب کنم اونجا هم اینو نگاه کن بچه، آ اشتراک ب یعنی چی؟ یعنی آ از ب بلندتر و آ بلندترین عضو تیم باشد. خب من اگر اینجا الان 10 تا مکان در نظر بگیرم، 10 تا جا توی صف، 5 تا، 6 تا، 7 تا و 8 تا و 9 تا و 10 تا، اگه مثلا فرض کنیم که ترتیب قدشون این وری باشه، یعنی بلند قدترین اینجا واسطه باشه، بلند قدترینشون اینجا بایسته، خب ما انتظار ما اینه که آ بلند قدترین عضو تیم باشه، یعنی جای آ اینجاست. خب چند نفر دیگه هستند؟ 9 نفر دیگه که ب هم توی اوناست، 9 نفر شامل ب. پس پی آ اشتراک ب یعنی آ اولین نفر باشه، از ب هم بلندتر. خب بدیهیه که در این شرایط آ از ب بلندتره دیگه. احتمال داریم حساب میکنیم، حواست باشه، چون احتمال داری حساب میکنی مخرج یکی از دوباره 10 فاکتوریل کل جا به جایی ها. مطلوب ما اینه، این شکلی که برای شما اینجا کشیدم، آ که سر جاشه، اون 9 نفر دیگه هر جور جا به جا بشن، این در واقع مطلوب میشه. حالا چرا من اینجا اینو در واقع اینو متوقف شدم، بذار اینو پاکش کنم. چرا این کارو کردم؟ برای اینکه الان که من میخوام این دوتا عدد رو به هم دیگه تقسیم بکنم، بچه اینا با هم دیگه حذف میشن، برای همین من دیگه ساده نکردم. الان میام عدد رو میذارم سر جاش، خب به جای پی آ میذارم 10 فاکتوریل بر روی 2 فاکتوریل. حواست هست که اون 10 فاکتوریل ساده شده دیگه، اینجا هم یه 9 فاکتوریل مینویسم و این مساوی میشه با دور در دور، نزدیک در نزدیک، و این 9 فاکتوریل هم که با 10 فاکتوریل ساده میشه، میشه 2 ضرب در 9 فاکتوریل. بذار بنویسم کامل که شما هم ببینید، اینم میشه 9 فاکتوریل ضرب در 10، یا بذار دو ترتیب بنویسیم، میشه 10 ضرب در 9 فاکتوریل. و خدمت شما عرض کنم که 9 فاکتوریل ها با هم ساده میشن و جواب نهایی میشه 2/10. خیلی خوب میبینید که سوال جزئیات زیادی داشت و ما حالا سعی کردم همه رو دقیق توضیح بدم. بریم یکی دیگه شبیه همین رو ببینیم، حالا اونجا سریعتر حلش میکنیم. من فقط همه چه تأکید کنم بچه، حواستون باشه ما میتونیم به تدریج دیگه اینا رو ننویسیم در محاسباتمون، ولی حالا اولش که داریم میریم جلو اینو مینویسیم، بعد با هم سادهشون میکنیم. خب حالا این بار میگه در یک تیم بسکتبال 10 نفر حضور دارن، اگر بدانیم که از ب بلندتر، ب از س بلندتر است. خب الان دیگه فکر کنم خیلی سریع بتونیم اینو حل کنیم. الان پی اگر این اسمش آ باشه، احتمال آن که آ بلندترین باشد، عضو این تیم باشد، اینو بذاریم ب. پس ما پی ب به شرط آ را میخواهیم،
مخرج کسب پی آ صورت کسب پی آ اشتراک به. خب من سری میرم، مخرج کسب خودش یه احتماله، خودش یه کسره، اینجا یه 10 فاکتوریل داریم، درسته؟ صورت هم یه 10 فاکتوریل داریم، ولی گفتیم آقا از الان به بعد دیگه بیخیال اینا بشیم ننویسیمشون. آه من پاکشون میکنم دیگه، اینا با هم ساده میشن دیگه، فقط تعداد در واقع مطلوب ها رو مینویسم اونجا. دقت کنید، حالا پی آ از ب بلندتر، ب از سی، بر اساس نکته ای کینا، برگردیم صفحه قبل بچه ها، بر اساس این نکته اینا اینجا نوشتم، بر اساس این نکته خب 10 نفر 10 فاکتوریل جا به جا میشن، میخواهیم که 3 نفر ترتیب داشته باشند، 3 نفر ترتیب داشته باشند. خب چی میشه؟ بر اساس اون نکته میشه 10 فاکتوریل بر روی 3 فاکتوریل. اما برای صورت کسب باید این شکل رو دوباره بکشیم. خوب دقت کن، خیلی مهمه، بازم 10 تا جای خالی داریم، انگار مثلا روی زمین ما 10 تا مربع کشیدیم، این شد 2 تا 4 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 و 10. خب حالا مطلوب ما این ورم بلندقدترینه، اینجا مثلا بلندقدترین فرد اینجا واسداده، این ور مثلا کوتاه‌ترین فرده. خب توجه بفرمایید، ما میخواهیم آ بلندقدترین باشد، پس جای آ معلومه. چند نفر دیگه هستن؟ 9 نفر دیگر شامل ب و س. اما بچه ها قراره ب از س بلندتر باشه، ب از س بلندتر است. خب یعنی در این 9 نفر اون دوتا خودشون دوباره شرط دارن. چی میشه؟ همین الان نکتهش رو گفتیم دیگه، میشه 9 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل. این میشه کل حالتهای جایگشتای این 9 نفر مطلوب برای ما. پس بنابراین این میشه 9 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل، دوباره دور در دور 3 فاکتوریل ضرب در 9 فاکتوریل، 2 فاکتوریل ضرب در 10 فاکتوریل. بچه 3 فاکتوریل با 2 فاکتوریل یه 3 میمونه، 9 فاکتوریل با 10 فاکتوریل یه 10 میمونه. خب این بار سریع‌تر حل کردیم. حالا به یه نکته توجه بکنید، من یه چیز توی این دوتا مسئله، ما وقتی که مسئله هامون رو دقیق و با محاسبات درست و با تحلیل های درست حل میکنیم، در انتها میتونیم برسیم به یک قاعده هایی که اونا رو به عنوان نکته های محاسباتی سریع میتونیم بیان کنیم. من اصلا معتقد نیستم که ما بیایم از همون اول مثلا بگیم بچه من یه نکته میگم شما ببینید این چقدر سریع حل میشه و با یه بشکن میشه، و ترجیح میدم اول مسئله هامون رو با روش های درست و دقیق حل بکنیم، آخرش وقتی حالا یک نظمی در جواب میبینیم اون نظم رو به عنوان یک نکته آموزشی یاد بگیریم. من برمیگردم به سوال قبل، یه بار با هم سوال نگاه کنیم. میگه که در یه تیم بسکتبال بچه‌ها 10 نفر حضور دارن، بذار من رنگ رو عوض کنم که براتون یه خود بیشتر توجهتون رو جلب کنه. 10 نفر حضور دارن، بچه ها برای چند نفر شرط گذاشته بود؟ برای 2 نفر شرط گذاشت و گفت که آ از ب بلندتر، و سوال این بود که آ بلندقدرترین، جواب شد 2/10. نگاه کن به جواب، 10 نفر بودن، برای 2 نفر شرط گذاشته بود و گفته بود اونی که بلندقدتره بلندقدترین این تیم باشه، جواب شد 2/10. بعدی رو نگاه کن، حالا 10 نفر حضور دارن، بازم 10 تا، حالا این بار برای 3 نفر شرط گذاشته بچه ها، آ از ب بلندتر، ب از 3 بلندتر، و میخواد اونی که توی این گروه بلندقدترینه تو کل تیم بلندقدترین باشه، جواب شد 3/10. فکر میکنم خودتون گرفتین نکته شو. یعنی الان اگر ما این سوال رو توی یک آزمون تستی ببینیم که دیگه نیاز نداریم این همه محاسبه کنیم، که من الان به شما میگم 100 نفر میخوان از یه دری عبور کنن و ما میدونیم که آ زودتر از ب و ب زودتر از س از اون در عبور میکنه، احتمال این که آ اولین نفری باشه که از در عبور میکنه چقدره؟ میشه 300. 100 تا بودن و 3 تاشون شرط گذاشتیم و میخواییم اونی که بین اون 3 نفر زودتر عبور میکنه، یا اصلا میگیم سخنرانی میکنه، آقا میدونیم که قراره در یک جمع مثلا فرض کنیم 20 نفره
که هر 20 نفر قرار سخنرانی کنن در این مثلا سمینار، ما خبر داریم که آ زودتر از ب، ب زودتر از س و س زودتر از د سخنرانی میکنه. شرایط سخنرانی جوری که اینا مقالاتشون به هم وابسته است. حالا احتمال اینکه آ اولین نفر در این جمع 20 نفره باشه چقدر میشه؟ الان گفتیم میشه 4/20، میشه 1/5. پس بنابراین میبینیم که با حل این مدل مسئله ها هست که ما به اون نکته ها میرسیم، و اینکه ما از اول بگیم حالا یه تست داریم یه نکته بگیم و فلان و اینا، خیلی به نظر من حالا اوکی نیست و مطلوب نیست. خب و اینم یک سوالی بازم مشابه همونه. من به نظرم خودتون رو این فکر بکنید. البته من خیلی سریع میتونم این سوال رو هم براتون حل کنم، بذار سوال بعدی رو ببینید، چون با توجه به وقتی که من دارم 5 دقیقه دیگه بیشتر در خدمتتون نیستم. و آره دیگه همین دو تا مثال هم میتونیم الان حل بکنیم. در یک تیم بسکتبال 10 نفر حضور دارن. اوکی، آ از ب بلندتر، ب از س بلندتر. من میخوام سریعتر حل کنم بچه‌ها. مخرج کس میشه 10 فاکتوریل بر روی 3 فاکتوریل. البته یه 10 فاکتوریل هم اینجا داریم، من بازم تاکید کنم این احتمال نبودا، این مطلوب تو اون 10 فاکتوریل بود. پس بنابراین یه بار دیگه اینا رو بگم که یه موقع اجتماع برای سرعت عمل داریم این کار میکنیم. این 10 فاکتوریل رو ننوشتیم. حالا بریم سراغ صورت مسئله، صورت این کس. خب ببینید شرط چیه؟ اینو که فهمید چجور نوشتم دیگه، آ از ب بلندتر و ب از س. خب در این تیم فقط یه نفر بلندتر از آ باشه، خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا جای خالی. اینجا بلندترینشون این از همه بلندتره مثلا، و این ور اونی که از بقیه قدش کوتاه‌تره. خب توجه بفرمایید، میخوایم یک نفر، فقط یه نفر بلندتر. خب ترجمه یه فقط یک نفر بلندتر از آ باشد، یعنی آن نفر دوم باشه، تموم شد. خب جای آ که معلوم. بچه ها ب و س هم که تو اون شرط هم دیگه، اشتراک آ و ب دیگری، آ از ب بلندتر، ب از س بلندتر و آ نفر دوم باشد. پس بنابراین ب و س هم اینجان. خب اینا چند نفرن؟ اینا الان 8 نفرن. پس 8 نفر شامل ب و س، درسته؟ خب حالا این کیه؟ این که اینجا واسطه کیه؟ ما اگه اسم این دوستامونو A, B, C, D, E, F, G, H, I در نظر بگیریم، زیاد شد، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 J در نظر بگیریم، بچه ها اون یه نفر A که نیست، درسته؟ B و C هم نیستن. پس از بین این 7 نفره، نفر اول یکی از این 7 تاست، یکی از این 7 نفر است. خب پس اینجا یه ایکسیه، حالا هر کی، یکی از این 7 تا. پس مطلوب رو شروع کنم بنوشتن، اول یکی از 7 تا میره اونجا. خب مثلا فرض کنیم که H رفته، خب حالا کیا موندن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 B و C، 7 و 8 نفر. اما برای B و C همچنان شرط دارم، یعنی تو این 8 نفر باید B از C بلندتر باشه، تقسیم بر 2 فاکتوریل. پس ضرب در 8 فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوریل، دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه 3 فاکتوریل. ضرب در 1 از 7 که 7ه، 1 8 فاکتوریل هم اینجا داریم. مخرج 1 از 2 فاکتوریل ضرب در 10 فاکتوریل. این 3 فاکتوریل با 2 فاکتوریل یه 3 میمونه، یه 7 میمونه. 8 فاکتوریل هم با 10 فاکتوریل یه 10 و یه 9 میمونه، که دیگه 3 هم با 9 ساده میشه و جواب نهایی میشه 7/30. و اینجا دیگه میبینیم که از این نکته ها دیگه توش در نیومد و در واقع جواب به نوعی با این محاسبات باید به دست بیاد. خب میبینید که این مسئله در قبال قبلی های خود سخت‌تر بود، و شما برای اینکه
بتونید به همه مسئله ها مسلط بشید باید اصول رو درست یاد بگیرید. اینکه فقط یه نکته یاد بگیرید، نمیدونم اگه 10 نفر بودن مثلا 2 نفر شرط گذاشت که بلندقد ترین تو اون 2 نفر بلندقد ترین فرد باشه 0.2 نمیدونم 0.3، درسته اونجاها جواب میده ولی اینجا میبینیم که دیگه اونها کارآمد نیستن. بریم سوال بعدی که یک سوال خیلی آسون هست، البته من یه تکنیک جالب هم برای این بهتون میگم به عنوان آخرین مسئلهمون، یکی دو دقیقه رو این وقت میذاریم و تمومش میکنیم. در یک کارخانه 12% محصولات قبل از بسته‌بندی دارای نقص نوع A هستند. پس من الان اینجا رو مینویسم، احتمال نقص A، حالا من نوشتم پی A، این مساوی با 12% است. احتمال نقص B 9% دارای نقص B هستند. اینا هم می‌نویسم 900 و 4% هر دو نقص، یعنی A اشتراک B رو هم به ما گفته 4%. مثلا فرض کنید که بر اساس آمار می‌دونیم که در یک کارخانه‌ای که فرض کنیم مثلا داره یک محصولی تولید میکنه، حالا هر چی، مثلا تلویزیون داره تولید میکنه، این محصولات به صورت آماری میدونیم که 12% مثلا فرض کنید لامپ تصویرشون ایراد داره، 9% بلنگوهاشون ایراد دارن و 4% هر دو مشکل رو دارن. حالا ما یه دستگاه رو برمیداریم، یه تلویزیون رو برمیداریم، امتحان میکنیم، میبینیم که لامپ تصویر مشکل داره، نقص A را دارد. احتمال آن که نقص B را نداشته باشد یعنی چی رو خواسته بچه ها؟ یعنی پی B پریم به شرط A را خواسته. نقص B را نداشته باشد اگر بدانیم که نقص A را دارد. مخرج کسر پی A، صورت کسر اشتراکشون، که اینجا دیگه مواجه میشیم توی این مسئله با قوانین احتمالی که قبلا یاد گرفته بودیم. پی A اشتراک B یعنی پی A منهای B، و پی A منهای B یعنی پی A منهای پی اشتراک. خب ما اینا رو قبلا بلدیم، خوندیم، بقیهش که دیگه عدد گذاریه دیگه. این مساوی میشه با 12% منهای 400 تقسیم بر 12%. جواب نهایی میشه 800 تقسیم بر 12%، 8/12 که به 4 هم ساده بکنیم میشه 2/3. اما این مسئله که خیلی آسون بود، ما بازم تیپ های دیگه از این داریم، نقص A رو داره، نقص A رو نداره، احتمال اینکه نقص B رو هم نداشته باشه، A نقص A رو نداره، احتمال اینکه نقص B رو داشته باشه. همه اینا رو میتونیم تیپ مسئله ها رو با همین قواعد حل کنیم. اما من به جای اینکه حالا میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم، به جای اینکه محاسبه کنید، بچه‌ها میتونید با نمودار ولین مدل مسئله رو حل کنید. خوب نگاه کنید، من میتونم بیام فرض کنم که ما کلن وقتی میگه 12% محصولات، یعنی اگه 100 تا محصول داشته باشیم 12 تاشون اون A به A رو دارن. پس من میتونم فرض کنم که فرض میکنم که NS 100 تاست. خب در این شرایط اونایی که نقص A رو دارن تعدادشون میشه 12 تا، اونایی که نقص B رو دارن میشن 9 تا، اشتراکشون میشه 4 تا، تبدیل کنم به تعداد. پس شروع میکنم به نوشتن این عددها. بچه آجا همیشه از ناحیه‌ای که پر اشتراکه شروع کنیم، اینجا یه 4 میذارم، بعد میگم کل A که 12 تاست 4 تاش که اینجا باشه 8 تاش اینجاست، کل B که 9 تاست پس 5 تا اینجاست. اوکی هستیم با این عددا؟ فکر کنم رنگش خورده خوب نشد، من اینو بذارید عوض کنم، یه رنگ دیگه بذارم که بهتر دیده بشه. الان فکر کنم بهتر شد. خب حالا توجه کنید، 5 تا و 4 تا 9 و 8 17 تا از 100 تا، پس 83 تا بیرون این اجتماع آوبه قرار میگیرن. حالا بیایم جواب بدیم. من انواع اقسام سوالا رو مینویسم با هم دیگه بهشون پاسخ بدیم. بچه‌ها پی B به شرط A، خب یعنی چی؟ یعنی A رخ داده، A چند تا عضواش؟ 12 تا. خب اشتراک آوبه چند تا؟ 4 تا. خب این که تموم. پی A به شرط B، بچه‌ها B چند تا عضو داره؟ 9 تا.
چند تا شماله؟ آره 4 تا. خب اینا که خواستون بودن. پیه به شرط آپریم مساوی با. خوب اینجا رو نگاه کن بچه ها جان، آپریم یعنی بیرون آ، میشه این 5 تا و این 83 تا، یعنی میشه 88 تا. ببین چقدر باحال شد. حالا توی این 88 تا چند تاش مال به 5 تا، میشه 5 88. بذار که دیگه هم براتون بنویسم با عنوان آخرین نمونه. پی مثلا آپریم به شرط بپریم این مساویه با. خب بپریم، بپریم کدوم هست؟ بذار با یه رنگ دیگه مشخص کنم برای شما. با این رنگ، این بپریم، الان این رنگ رو میخوام بپریم. بچه ها بپریم اونایی که بیرون به هستن، یه 8 اینجا داریم، یه 83 تا اینجا، رو هم میشه چند تا؟ میشه 91 تا. تو این 91 تا چند تاش بیرون آه؟ اون 8 تا که داخل آه، اون 83 تا میشن بیرون آ. من بقیهش رو میذارم دیگه، خودتون میتونید با همین کلک همه اینا رو حساب کنید. و دیگه ما به آخر این جلسه رسیدیم. فقط تنها چیزی که هست اینه که من یه سوالی براتون مطرح میکنم، خودتون بهش فکر کنید. اگر اینجا به جای این که حالا 12% و 9% و 4% مثلا میگفت 2/5 محصولات، اینجا مثلا میگفت 1/8 محصولات، اینجا مثلا میگفت چه میدونم 1/100 محصولات، اونجا چی کار میکردیم؟ اینجا چون همشون بود 12%، 9%، 400%، ما اومدیم فرض کردیم که NSمون 100ه. اونجا چه فرضی رو قرار بدیم؟ NS رو چند بگیریم اگر بخوایم از این کلک استفاده کنیم؟ جوابش آسونه، میدونم که خودتون سریع میتونید بهش برسید. به این فکر کنید. ممنونم که وقت به من دادید، با من همراهی کردید. امیدوارم بازم شما رو ببینم. قربون شما، خداحافظ.